با سلام خدمت همراهان گرامی، مهمترین خبرهای سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 13 خرداد ماه 1397 را از نب زندان نب اعدام می‌شنوید. زندانی سیاسی سهیل عربی که در پنجمین هفته اعتصاب قضا در سلول انفرادی تیپ 1 زندان تهران بزرگ محبوس است، مورد تهدید و اذیت و آزار و شکنجه قرار دارد. در حالی که رئیس زندان دستور نگهداری سهیل عربی در انفرادی را داده است، مأمور حفاظت اطلاعات زندان به نام حاجی عباسی به عمد دو نفر از محکومین به قتل را به سویت انفرادی وی فرستاده است. حاجی عباسی مستمر به این دو قاتل مواد مخدر شیشه می‌دهد و به آنها گفته است که اگر به سهیل عربی صدمه وارد کنند، مواد مخدر بیشتری به آنها خواهد داد. این دو زندانی آزادانه در مقابل دوربین زندان شیشه مصرف می کنند. سهیل عربی در اعتراض به این وضعیت همچنان در اعتصاب قضاست و وضعیت جسمی او نامساعد و از درد کلیه رنج می برد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که اعدام در ماه رمضان هیچ منع قانونی ندارد. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که برخی از پرونده‌های مهمی که در آنها حکم اعدام صادر شده است در شرف ارسال به دادسرای اجرای احکام هستند، آیا حکم اعدام در ماه رمضان اجرا می‌شود؟ گفت منع قانونی برای اجرای این احکام در ماه رمضان وجود ندارد، اما بعضاً مصالحی در نظر گرفته می‌شود. به دنبال بیش از دو ماه بیخبری از زندانی سیاسی ارژنگ داوودی، بیش از 100 تن از فعالین حقوق بشری و مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و مادران جانباختگان راه آزادی با امضای بیانیه نگرانی شدید خود را از وضعیت سلامت و امنیت او ابراز داشتند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: او در حالی که نزدیک به 50 روز پیش خبر از اعتصاب قضای طولانی خود در سلول‌های جهنمی زندان زاهدان برای کمی هوا و کمی آفتاب داده بود، ناپدید شده است. نه دوستان و نه خانواده‌اش از او خبری ندارند. ما فعالین سیاسی و مدنی با یادآوری حقوق اولیه یک زندانی که حق برخورداری از سلامت و امنیت است و کسی حق ندارد یک زندانی را از حقوق حداقل یک شهروند تنها به خاطر باورهایش محروم کند، نگرانی شدید خود را از وضعیت سلامت و امنیت زندانی سیاسی ارژنگ داوودی اعلام می‌کنیم. یادآور می‌شویم که ارژنگ داوودی از 15 سال پیش تا کنون تنها به خاطر فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیزی که داشته بازداشت و محکوم شده است و بیم آن می‌رود که رفتار کنونی با وی نوعی انتقام‌گیری از افشاگری‌هایی که وی می‌کرده است باشد. پس از گذشت 5 ماه از بازداشت میترا علیزاده در کرمانشاه، از وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست. میترا علیزاده در روز 8 دی 1396 در تظاهرات سراسری مردم توسط نیروهای اطلاعاتی در کرمانشاه بازداشت و به محل نامعلوم منتقل شده است. پیگیری های خانواده وی بی نتیجه بوده و هیچ پاسخی از ارگان های اطلاعاتی و قضایی دریافت نکردند. بر اساس گفته سران حکومتی در اصفهان، هر ساعت 4 نفر و در کل کشور هر ساعت 50 نفر وارد زندان ها می شوند. به گفته سیروس امینی، معاون مدیر کل زندان های استان اصفهان، در حال حاضر در استان اصفهان به ازای هر ساعت 4 نفر به تعداد زندانیان استان اضافه می شوند. در اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس انجمن مددکاری سید حسن موسوی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا اعلام کرد هر ساعت 50 نفر وارد زندان ها می شوند. این آمار بازداشت با انواع و اقسام اتهام ها در حالی صورت می گیرد که شبکه اصلی توزیع مواد مخدر در دست سپاه پاسداران است و انواع مواد مخدر نه تنها در سطح کشور بلکه در زندان ها نیز به وفور رایج و در دسترس است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه 1397 گزارش سالانه بین المللی آزادی مذهبی را منتشر کرد. در این گزارش که به نقض آزادی مذهبی در حدود 200 کشور در یک سال گذشته پرداخته، به ایران و چند کشور به عنوان کشورهایی که
موارد متعدد نقض آزادی مذهبی دارند اشاره شده است. در بخشی از گزارش وزارت خارجه به نقض حقوق مسلمانان از جمله سنی ها اشاره شده و در مثالی آمده است. آیت الله کاظمی بروجردی همچنان در 11 سال زندان خود است. 120 مسلمان سنی در زندان هستند و 22 نفر اعدام شدند. پیروان آیین بهایی قربانی تبعیض، زندان و بازداشت هستند. از سال 2000 مسئولین ایرانی بیش از 600 مسیحی و نوکیش را بازداشت کردند. 80 مورد از بازداشت ها بین ماه مه تا اوت 2016 در ایران بوده است. اوقات خوشی را برای همه شما آرزو می کنیم. خدا نگهدار.